با سلام و درود فراوان به شما بینندگان عزیز دوباره خوشحالیم که بار دیگه میتونیم مهمان خانه های شما باشیم و با هم فرصتی داشته باشیم که به کلام خدا مراجعه بکنیم و برنامه دیگه از برنامه های زن راستین رو دنبال کنیم در پیرامون بحثی که در بررسی خصوصیاتی که کلام خدا مشخصا درباره زنان در تیتوس باب دو به ما میده در ارتباط با زنان جوان مطرح میشه که کلام خدا زنان ایماندار رشد کرده رو موظف میدونه و تشویق میکنه که به زنان جوان آموزش بدن که این خصوصیات رو داشته باشن از خصوصیتی رو که امروز ما مورد بررسی قرار میدیم خصوصیت خیشتنداری یا خردندیشی هست این خصوصیت تحت عنوان خردندیش در بعضی از ترجمه ها روشنبین، خیشتندار و حکیم معرفی شده اگر به کلمه یونانی این خصوصیت در نسخه اصلی کتاب مقدس مراجعه بکنیم سفرن هست به همان معنی خیشتندار و یا پرهیزکار ولی این خیشتنداری ارتباط مستقیم با سیستم فکری اون شخص داره در واقع خصوصیت خیشتنداری نتیجه اون سیستم فکری هست که صحیح و سالمه در کتاب تیتوس وقتی پولس به تیتوس می نویسه که افراد مختلف هر کدوم چه خصوصیاتی باید داشته باشن شش گروه رو به طور کلی مورد مخاطب قرار میده که برای همه داشتن این خصوصیت رو اجباری میدونه و خصوصیت مشترکی هست که برای هر شش گروه استفاده میکنه خیشتنداری یا خرداندیشی از تعلیم صحیح کلام خدا آت می‌گیره. به دارید کلمه صحیح و راستی به عنوان صحت و سلامت بارها و بارها در کتاب تیتوس به کار برده شده. و این صحت فکر و صحت تعلیم هست که با خودش رفتار سالم رو به همراه داره. این رفتار سالم همون خیشتنداری هست. همون خرداندیشی هست. این خیشتنداری خودش رو در بسیاری از جهات از جمله زبان، رفتار عادات ما روابط جنسی که همه از اون سیستم فکری نشأت میگیره خودش رو نشون میده به نظر میرسه که بسیاری از شالش ها و شکست های ما در زندگی از عدم وجود این سفرن به معنی خرداندیشی یا اون فکر صحیح و سالم نشأت میگیره در واقع کلام خدا به ما نشون میده که اگه فکر ما صحیح و سالم و کتاب مقدسی نباشه در قسمت عملی و ظاهری زندگی ما مختل میشه. در واقع باورهای ما هستند که بخش عملی زندگی ما رو تعیین میکنن. اگر به مطالعه عمیق‌تر سفرن بپردازیم، بخش دوم ای این کلمه یعنی فرند در زبان یونانی امروز به معنی ترمز اتومبیل هست. تصور کنید که در حالی که شما رانندگی میکنید یک دفعه کامیونی جلوی شما بپیچه و ترمزهای شما کار نکنه. و یا در سرازیری تندی قرار گرفته باشید و ترمز شما کار نکنه و ماشین شما در حال شتاب به طرف پایین در حال سرعت گرفتن باشه پس چقدر مهمه که برای داشتن امنیت احساسی، روانی و روحی و حتی فیزیکی مطمئن باشیم که سفرن یا ترمزهای سیستم فکری ما درست عمل میکنه چه بسا زنان بسیاری امروز متحمل مشکلات حادی هستند فقط به خاطر اینکه ترمزی بر افکار بر نقطه نظرات بر زبان و احساس و رفتار خودشون ندارن در واقع کلمه خیشتندار به فکر صحیح و سالم اشاره میکنه در این بخش ما به زنان ایماندار رشد کرده تحت عنوان زنان پیر یا سال خورده میبینیم که گفته میشه که به زنان جوان یاد بدن که چگونه طرز فکر سالم و صحیح و راست و کتاب مقدسی داشته باشن زندگی و رفتار صحیح و سالم نشانه طرز فکر صحیح و سالم هست و ما امروز این رو هی دوباره تکرار میکنیم در واقع همه چیز از باورهای ما شروع میشه برای همین کلمه خرداندیشی یا خیشتنداری یا به طور کلی به روشنبینی و عاقل بودن هم ترجمه شده در این کلمه ارتباط به تشخیص و تمیزی که از فکر شروع میشه کاملا مشاهده، مقابل مشاهده است این کلمه ارتباط کامل به تشخیص و تمیزی داره که از فکر شروع میشه و بر اعمال اثر میگذاره اگر به رومیان باب دوازده مراجعه بکنیم میگه هم شکل این جهان مشوید یعنی مثل میارهای این دنیا زندگی نکنید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود یعنی اعمال خودتون رو هم تبدیل بدید بله وقتی که ذهن تازه میشه اعمال هم تازه خواهند شد ما به عنوان ایماندار احتیاج به یک ذهن تازه شده داریم ذهنی که با تعلیم و اق... اون تاکید صحیح و سالم خدا پر شده باشه و به این ترتیب صورت ما ظواهر زندگی ما اون شیوه زندگی ما هم عوض خواهد شد در واقع ذهن یعنی سیستم فکری ما که وقتی تازه بشه بر اعمال ما هم اثر خواهد گذار کلام خدا شخصی رو خردندیش و خیشتندار معرفی میکنه که اون فکر درست رو داشته باشه و از طرفی شخصی رو که خیردندیش و خیشدندار نیست رو به یک شهر بدون حسار تشبیه میکنه کسی که در امثال باب 25 آیه 28 میگه کسی که بر نفس خویش تسلط ندارد مثل شهر بی دیوار ناامن است کسی که بر نفس خویش تسلط ندارد یا بر روح خودش تسلط نداره مثل شهر بی دیوار ناامنه به طور مثال این سیستم فکری جدید به ما میگه باید شوهر دوست و فرزند دوست باشیم اگر ما سفرن یا خردندیش و عاقل نباشیم در وقتهایی که شوهر ما یا فرزند ما قابل دوست داشتن نیستند با راه های ضد محبت و ضد تا مقدسی عمل خواهیم کرد و چون با فکر صحیح که فکر خداست به زو نگاه نکردیم در اعمال ما اختلال هایی به وجود میاد که خدا رو جلال نخواهد داد حالا به چند مثال در رابطه با زنی که آموزش ندیده که خردندش باشه نگاه میکنیم و خودمون رو با اونها محک میزنیم مورد اول آماده هستید؟ زنی که خردندیش و خشتندار نیست زنی هست که در زندگی او کنترل وجود نداره برای مثال در ارتباط با خرج کردن پول خوردن صحبت کردن تصمیم گرفتن خیلی سریع عمل میکنه کسی که بر روح خودش تسلط نداره مثل شهر بدون دیواره زنی که خردندیش نیست قوه تشخیص نداره و بر افکار خودش کنترل نداره و به ایده های این دنیا مخصوصا خیلی راحت جذب میشه خواسته های جسم این زن بر خواسته های روحانی او برتری دارند و اون معمولا تابع شرایط و حتی گذشته خودشه این چنین زنی معمولا اهداف خیلی خوبی داره و قول و وعده خیلی میده ولی در مرحله عمل کردن و در هر کدوم از اونها عقب میکشه اون معمولا زنی هست که به هیچ چیز قانع نیست چون همیشه خودش رو لایق چیزی بهتر و والاتر میدونه معمولا این زنان افرادی شاکی، قرقرو و عصبانی هستند و افرادی عبوز چون همیشه انتظار اونها از زندگی و دیگران خیلی بالاه این چنین زنانی احساس در این چنین زنانی احساسات نقش خیلی بسزایی داره مخصوصا احساساتی که تحت کنترل شرایط بروز میکنند و بنابراین رفتار و عکس عمل اونها هم به وسیله اوضاع و احوال و اتفاقات اطراف کنترل میشه اگر نسبت به انجام کاری احساس خوبی داشته باشند اون رو انجام میدن ولی اگر احساسات لازم یا اون هوا رو هوا، نداشته باشند از انجام اون عبا میکنن پس احساسات نقش بسیار به سزایی داره این چنین زنانی معمولا تمایل به گریز از مشکلات و سختی ها دارن برای اونها زندگی کردن فرار از دردها و سختی هاست و به همین دلیل پرخوری اعتیاد مشروب و مواد مخدر به عنوان راه فرار در این زنان بسیار شیوع داره اونها ترجیح میدن که به جای روبرویی با مشکلات به طریقی از اون فرار کنن و از اونجا که احساسات به سزایی در کنترل این اشخاص داره پس عدم تعادل فکری و شخصیتی و حتی اخلاقی دارند. افسردگی های مزمن یکی از شواهد مهم عدم خرد اندیشی و خیشتنداریه خشم آشکار و یا خودخوری همه اینها از عوارض مهم نداشتن سیستم فکری صحیح و سالم مطابق با کلام خداست ترس نگرانی از آینده و روحیه تلخ از علائم خرداندیشی عدم خرداندیشی هست زبانی که کنترل نداره زبان کنترل نشده که خیلی زود حرف میزنه خیلی زود نظر میده و اهل بحث و مجادله است آرزه دیگه ای از سیستم فکری مریض و ناسالم هست زنانی که در خرداندیشی تربیت نشدن کسانی هستند که براشون خیلی مهمه که بدونن دیگران در موردشون چه فکر میکنن و دیگران زندگی اونها رو کنترل میکنن زنی که در خرداندیشی تربیت نشده به زندگی غیر قابل کنترل بینظم و پر از اختلال و آشفتگی عادت داره اون اسباب به مسائل اخلاقی بیتوجهه و رفتارش قابل حساب و یا قابل پیش بینی نیست و خیلی راحت تسلیم وسوسه ها میشه این چنین زنی تمرکز زیادی بر خوشگذرانی داره و اولویت او زیبایی ظاهر زندگی مادی هست و خیلی در چشمم چشمیه و اگر چه خیلی وقتا در مورد مسائل روحانی صحبت میکنه ولی عملا اونها در اولویت زندگی او قرار ندارن و در نهایت زنی که سیستم فکریش تحت کنترل میارهای کلام خدا زبط نشده زنی غیر قابل کنترل که کلام خدا او رو زنی اجنبی و قریب در بدن مسیح معرفی میکنه که باعث جلال نام او نمیشه پولس رسول به تیتوس گفت که زنان باید آموزش ببینن که خردندیش باشن تا کلام خدا متهم نشه در ترجمه دیگه میگه تا از کلام خدا بدگویی نشه وقتی ما زنان ایماندار خیرداندیش و در نتیجه خیشتندار نیستیم وقتی سیستم فکری و ذهن و, ذهن و باورهای ما تحت کنترل کلام خدا در نیومده صورت و اعمال و اون رفتار زندگی ما در نهایت با کلام خدا نخواهد خورد و باعث بدگویی از انجیل مسیح خواهد شد چه اثر مخربی و حالا برعکس زندگی عاقلانه و خرداندیشی یک زن که باعث خشتنداری او میشه خدا رو جلال میده اینو زندگی از یک سیستم فکری صحیح و سالم بر حسب کلام خدا نشأت گرفته و در اعمال لکنترل شده خودش رو نشون میده. پیغام انجیل مسیح رو همه جا شایع میکنه و دیگران رو تشنه مسیح میکنه. زندگی هست که از اون قدرت فوران میکنه و برای دیگران سوال میشه که این قدرت این اه درست فکر کردن درست تمیز دادن و این رفتار با... پر از تعادل از کجا میاد و همین سوال باعث میشه که اونها بپرسن و به مسیح جذب بشن چه اثر گسترده ای؟ زن خردندیش در واقع ذهن تازه شده و تبدیل شده داره در طول کتاب مقدس ما میبینیم که این زن به عنوان شخص حکیم عاقل و صالح معرفی شده این زن علاقه به کلام خدا داره کلام خدا رو حفظ میکنه کلام خدا رو در دل خودش جا میده و چون در ذهن خودش جا داده ذهنی تازه شده داره و باورهایی داره که بر اساس اونها وقتی زندگی میکنه برای مسیح میدرخشه برعکس زن حکیم زن جاهل کسی هست که از هر لحاظ زندگی او به خاطر سیستم فکریش مریض بدون و بدون کنترل هست زندگی زن حکیم به خاطر ذهن تازه شده یادتون باشه در تعادل و کنترل هست زندگی زن خرداندیش مثل شهر بیهساری نیست بلکه مثل شهری هست که دیوار داره و دیوار کلام خدا دیوار میارها و استانداردهای خدا هر چقدر هم که با بیرون نمیخوره ولی این دیوارها اجازه داده که زندگیش رو احاطه بکنه و برای همین در امنیت روحی و روانی و احساسی قرار داره این زن ممکنه خیلی چیزها در زندگیش نداشته باشه که زنان دیگه دارن ولی در امنیت زندگی میکنه چون بر میارهای کلام خدا زندگی میکنه این زن زنی هست که خدا رو بر همه چیز حاکم میبینه و بنابراین چون همه چیز رو در حاکم میبینه از هیچ چیز نمیترسه برای هیچ چیز قر نمیزنه از هیچ چیز عبا نداره که اونو اطاعت بکنه چون میدونه که نتیجه هر چیز در دست خداست کلام خدا در امثال سلیمان 25 آیه 28 به شخصی که افکارش تحت کنترل میارهای کلام خدا نیست میگه کسی که بر نفس خیش تسلط ندارد مثل شهر بی دیوار نامنه برعکس زن جاهل زن خردندیش و حکیم تمرین هر روزه بر کنترل بخش های مختلف زندگیش داره توجه کنید کنترلی هر روزه و فرق اساسی او با زن جاهل اینه که سیستم فکری خودش رو تحت اطاعت مسیح در آورده در دوم قرنتیان باب ده آیه پنج می نویسه که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت مسیح بر می به زیر می و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم. این زن یاد گرفته که هر فکری رو به اگه به خلاف میارهای کلام خدا نیست اون رو به زیر بیافکنه و هر فکری رو در سیستم فکریش به زیر اطاعت مسیح به زیر اطاعت از کلام خدا اسیر بکنه اگر قراره که زندگی عملی ما تحت کنترل مسیح باشه اول باید فکر ما تحت اطاعت او در بیاد و این خیلی مهمه زن خردندی زنی هست که در تعادل زندگی میکنه و همونطور که گفتم خوردن، نوشیدن، پوشیدن، پول خرج کردن او در قالب این فکره که از خدا یافته و برای جلال او صرف میکنه و بر واکنش هایی که قرار نشون بده کنترل داره به زودی خشبی نمیشه این فکر که خدا بر همه چیز حاکم و حاکم هست و بزرگ و کوچیک تحت کنترل او هست براش خیلی مهمه و این طرز فکر او رو در احساسات در واکنش ها در فشار ها کاملا تحت کنترل قرار داده زندگی عملی او شامل زندگی اخلاقیش طریقه حل مشکلاتش روش صرف روش صرف وقت و پول و انرژیش همشون برای یه هدفی و هدفمند و تحت تاثیر فکری هدفدار پیش میره و همه چیز رو مقایسه میکنه با اون هدفی که داره اگه چیزی باعث میشه که مانع میشه که او رو به اون هدف نرسونه او رو از زندگیش بیرون میاره زبان این زن کاملا تحت کنترله و آثار شکایت قرقر و تلخی در او دیده نمیشه بلکه او در همه چیز شاکره چون در فکر خودش همه اتفاقات خوب و بد زندگی رو تحت کنترل نهایی خدا میبینه و دلیلی برای قرقر و شکایت نمیبینه بلکه در همه چیز شاکره او همه چیز رو از فیلتر کلام خدا عبور میده برای همین شخصی از اهل کلام و همه تصمیمات او بر حسب معیارهای کلام خداست زندگی او تحت کنترل رول و چون به حاکمیت خدا اعتقاد داره اهل دعا و اهل اعتماد کردن به خداست زندگی او مثل شهری با حصار هست که در امنیت ساکنه سیستم فکری او در قالب کلام خدا قرار گرفته و برای همین زندگی امنی به او داده سیستم فکری من و شما ما رو به کجا میکشونه آیا این سیستم فکری مثل دیواری هست که شهر زندگی ما رو احاطه کرده و در امنیت ساکن کرده زن راستین شهری هست با حسار زن راستین زنی هست که خیالات و هر بلندی رو که خودش رو به خلاف میارهای کلام خدا بر می به زیر میافکنه و هر فکری رو به اطاعت عمسی اسیر میکنه چون فکر و سیستم فکری ماست که زندگی ما رو میسازه آیا سیستم فکری شما به زیر پای مسیح و به اطاعت او در اومده به یاد داشته باشید که پولس به تیتوس گفت زنان آموزش ببینند که خرداندیش و خویشتندار باشند و زن راستین زنی هست که خودش رو در موقعیت قرار میده که از زنان بالغتر یاد بگیره میارهای کلام خدا رو در زندگی عملی یاد میگیره که خودش رو در مقابل معرض کلام خدا دائما قرار بده تا این نور بتابه و دائما فکرش رو عوض بکنه و یک ذهن تازه شده بهش بده و تا صورت زندگی او هم عوض بشه زن راستین زنی هست خردندیش و خیشتندار زنی که خیشتنداره چون دیوار داره زنی هست که محدوده برای زندگی خودش داره زنی هست که حد و حدود برای زندگی خودش ایجاد کرده و این حد و حدود رو از کجا آورده نه از تو هوا از توی میار کلام خدا ولی اگر این شخص این زن اهل کلام خدا نباشه کلام خدا رو ندونه این دیوار رو چجوری میخواد بنا بکنه زن راستین زنیست خردندیش و خیشتندار و در کلام خدا شما چگونه زنی هستید من چگونه زنی هستم فکر ما از کجا آبیاری میشه چه میارهایی فکر ما رو میسازه چه چیزهایی هست در زندگی ما که در زیر اطاعت مسیح نیومده چه چیزهایی هست از زندگی ما که از زندگی گذشته میارهای گذشته زندگیمون اون رو با خودمون آوردیم و اینا تازه نشده چه سیستم فکری در ما هست که هنوز در نور مسیح تازه نشده اون رو باید به وسیله کلام خدا عوض کنیم ولی چون اگر عوض نکنیم ما برای مسیح نخواهیم درخشید چون اعمال ما با کلام خدا همخانی نخواهد داشت و ما برای او نخواهیم درخشید از شما دعوت میکنم که دوباره این بخش از کلام خدا رو کتاب تیتوس باب دو مخصوصا آیات آیات سه تا پنج رو دوباره و دوباره بخونید و در اون مطالعه دقیقی داشته باشید و خودتون رو در طول هفته در طول هفته و روزهای هفته در معرض این کلام زنده خداوند بذارید تا فکرتون دائما شسته بشه و عوض بشه تا برنامه دیگه از زن راستین شما رو به دستهای این خدای امین و پر از حکمت میسپارم تا همگی ما در او خرد اندیشی رو یاد بگیریم و به اون عمل کنیم تا برنامه دیگه خدا با شما باش